خانم یه افق جدیدی پیش روی ما قرار دادی با این حرفایی که زدی. میگه اگه صالح صلاحیتش نداشت چرا بهش آموزش دادن اون موقع قبل از اینکه این قاتل شه؟ معلمای کلاس اول صالح چرا بهش درس دادی؟ چرا پس الان پشتش نیستی؟ مگه اون موقع صالح صلاحیت نداشت که شما بهش درس دادین؟ بعد اینا کشان، بعد برنامه تمام شد شب خونه همدیگه داوای داوای بهتره کنین اونجا بزن شات و سلامتی هم بریم بالا یه دیپاس پلی کن بهتره کنین با هم. اینا اینن جلو دوربین ولی بیا بگو مشکی به پوش این طغرل، این ناراحت باش این این. الان شرایط برای صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجد کاظمی خب اصلا خوب نیست. بچه هایی که هر ستاشون در واقع ورزشکارن، صالح کاراتکاره، مدالاور بوده صالح، صالح مدار لعنتی ها مگر تو جمهوری اسلامی، مگر تو رژیم ورزشکار کش مدالاور دیشب در اصفهان، دقیقا در شهری که حالا این بچه ها مال اونجا هستن و حکم صادر شده، در خانه کاراته یک جشنی برگزار شده بود که همه مدالاورا شرکت داشتن، همه کسایی که همباشگاهی صالح بودن، مربیای صالح حضور داشتن، فرمانده سپاه بود، فرمانده نیروی انتظامی بود. اما سوال من اینه که چرا هیچ کس کلامی راجع به صالح صحبت نکرد و سوال نپرسید و مطرح نکرد از دوستش، همباشگاهیش، کسی که سالها کنارش بوده، برام جای تعجب داره، مربیاش آقای رحمت آقایی، آقای حبیب الله نظریان، چرا هیچ اینا اساتید صالح بودن، چرا اسمی نیاوردن از شاگردشون که الان در بنده؟ اگر این شاگرد صلاحیت اینو داشته که سالها بهش تدریس کنن، مربیش باشن، چرا هیچ صحبتی نکردن؟ چرا کار نکردید نامردا؟ خانم یه افق جدیدی پیش روی ما قرار دادی با این حرفایی که زدی، خیلی تاثیرگذار بود. معلمای کلاس اول صالح چرا بهش درس دادی؟ چرا پس الان پشتش نیستی؟ مگه اون موقع صالح صلاحیت نداشت که شما بهش درس دادین؟ دوستای دوران مدرسهش کجان؟ هم کلاسی های دبستانش، راهنمایی دبیرستانش، دبیرستانی های لعنتی با شما اینطوری بود صالح؟ مدیر مدرسه ای که اینو ثبت نام کرد اون موقع کجاست؟ کجایی؟ نامد آرایشگری که موهاشو کوتاه میکرد کجاست الان ببینه صالح تو چه شرایطی قرار گرفته؟ لعنتی ها کجایی؟ ادامش بشن. چرا مربیاش حرفی نزدن از این؟ به هر حال اون موقع اون رفته اونجا نپرسیدن، کلامی ازش حرف نزدن. و اگه اون صلاحیت رو نداشته چرا اصلا آموزشش دادن؟ اونجوری که ما توی حالا ویدیوهایی که از صدا سیما پخش شد یا در شبکه میزان گذاشته شده میبینیم که حالا آقا ببین من لازم مسخره کنم؟ میبینی چجوری چی داره میگه؟ میگه اگه صالح صلاحیتش نداشت چرا بهش آموزش دادن اون موقع قبل از اینکه این قاتل شه؟ دارن میگن که اینها آدمای خشنی بودن، شرارت میکردن یا از این نوع حرفها، در حالی که هم محله های صالح میگن که بسیار آدم آرامی بوده، هیچ وقت خشونت نمیکرده. اگر آدم آرامی بوده و خشونت نمیکرده، سوال من اینه که چرا مربیاش کمکی نمیکنن، چرا حرفی نمیزنن، چرا هم تیمیاش چیزی نمیگن؟ ما از عکسایی که از صالح میبینیم آدم های زیادی کنارش ایستادن که اتفاقا دیشب هم تو اون جشن حضور داشتن، چرا یه کلمه نگفتن که این همباشگاهی، این دوست، این همراه ما کجا؟ بچه های محلی که میگن این آدم آرومی بوده کجان؟ بچه های باشگاهشون کجان؟ راننده تاکسی هایی که این سوار ماشینشون شده کجان؟ فروشگاهی که این ازشون خرید میکرده کجان؟ حرومتون باشه اون پولی که این بهتون میداده اگه کمکش نکنید. الهی خیر نبینید، حداقل صداش باشید نامردا، صدای خودش نیستید، صدای تفنگش باشید. بذارید از خودتون فیلم بگیرید با تفنگ اسباب بازی، بذارید تو صفحتتون بنویسید به یاد صالح. وای چرا یارو اون موقع به این کاراته یاد دادی 10 سال پیش که این الان اومده با اسلحه آدم کشته 3 نفر رو نمیای ازش حرف بزنی؟ یه به هر حال استادای کاراته اینا، خانم عباس علی، فردا شما به هر حال
گیر میشی میخوای کسی و کارت یادش بدی، حواست باشه بپرسی که آیا 10-15 سال دیگه تو از اسلحه استفاده میکنی یا نه. اگه قراره کسی رو بکشی تو 30-40 سال دیگه که از عمرت مونده، نه یا کلاسای من. اینه وضعیت. مدارس هم خیلی توجه کن، سخت بگیری. از بچه بپرس که عجی جم میتونی مثلا خودتو کنترل کنی تا آخر عمرت سلاح نخری کسی رو بکشی؟ مسخره بازی، جمعش کنی تو رو خدا. اینا در همین عالم واقعا شبکه نیست که.